بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز و ارجمند. محمد تنهای عزیزم، امروز آمدم در منطقه دشت برچه چهارراهی شهدا. در قسمت چهارراهی شهدا هستیم. اینم چهارراهی شهدا و این منطقه چهارراهی شهدا. آمدیم که اینجا در خود چهارراهی شهدا این منطقه یک مقدار کار صورت گرفته. دیگه چند تا کانتینرهایی که اینجا بود در این لبه و اینا برداشته شده و یک مقدار اینجا جغل اندازه شده و چی شده معلوم نیست. که ما هم که یک مقدار گزارش از مردم گرفتیم، پرسجو کردیم. در اوائل که برنامه خودش را کنیم از مردم پرسجو کردیم، گفتن که اینجا یک ترمینال قرار است جور شود. دیگه خبر دقیق تر شم میریم همراه هموطنان خود صحبت میکنیم که بفهمیم که اینجا قرار است چی جور شوه. آیا اینجا واقعا یک قرار است یک ترمینال جور شوه، یا ای که قرار است این سرک بخیر از اینجا کار شروع شوه. که بسیار مردم در این منطقه که بودن، راههایی که موتورایی که در این لاین رفت آمد میکرد بسیار با یک وضعیت مشکلات بسیار زیاد دچار بود و معلوم نیست که اینجا سرک جور میشه یا ای که ترمینال جور میشه. ولی بیشتر که با همراه هموطنهای خود گپ زدیم، گفتن که ترمینال قرار است جور شوه. میریم پیشتر و همراه هموطنهای خود دقیق منطقه ای که هستن، ساکنین از این منطقه هستن، همراه از اینا صحبت میکنیم که آیا این منطقه چی خواهد جور شد. با ما همراه باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت خوبه؟ جان جوره؟ بخیر هستین؟ الحمدلله. سلامت باشی، زنده باشی. امروز اومدیم چهارراهی شهدا. ماشاءالله میبینیم که قسمت‌ها هم یک مقدار تخریبات اینجا صورت گرفته. یا کاری سرکی منطقه شروع شده یا کم گپ دیگه یه؟ چی سر؟ این یک ترمینال اینجا افتتاح میشه، ترمینال دشت برچی. ترمینال دشت برچی؟ آره، که موتراز پل ساخته می مستقیم ایستگاه نهاییشی دمید چرا شهدا صورت قرار میگیره. خب چی وقت بخیر کار از شروع شده؟ این بخیر تقریبا یک دو هفته میشه که کار از تخریب کرده و شروع در حال تعمیر کردن است. او ترمینال که هست او طرفی او که هست پارکینگ موتر هست. خب اینی سرایی که هست باز اصل رفت و برگشت و پارچه از اینجا میشه. آها، باز پارکینگ در اونجا موتر در اونجا در نوبت استاد میشه. اونجا در نوبت استاد میشه. باز از اونجا میاد اینجا، از اینجا پارچه میشه و ما رو بخیر طرفی داخل شهر، ما رو مستقیم پلی ساخته، از پلی ساخته هم باز مستقیم برمیگرده. بسیار خوب، پس یعنی یک کار خیلی خوب و مثبت دیگه. بله بله. به خاطر از اینکه چی میشه دیگه، اینی از روی سرک موتورا که سرک بیروبار کنه، موتور را بندان بفته، اینا خوب میشه دیگه. بله. این از طرف دولت اقدام میشه یا ای که خودین مردم دست به کار شده این کار شده؟ این از طرف مردمی شکایت بسیار زیاد شده. کسایی که بالا شهر را زندگی میکرد میگفت ما از پول ساخته حرکت میکنی، نهایی صدگاهش پول خوش تانگتر از او بالا نمی موتورا. بعد از او در ترانسپورت این را زمین ها شخصی این یک نفر تکه گرفته از ترانسپورت و نایه و کجا و کجا امر کار گرفته، امر فعالیت گرفته که باید موتور را اینجی. خب یعنی قبلا که بود موتور از پلی ساخته حرکت میکرد میامد تا قسمت نهایت نهاییش که میامد تا قلعه‌نو میامد و اینجا چهارراهی شهدا آلی دیگه از قلعه‌نو هم بیای پیشتر تا چهارراهی شهدا رو بیاید. بسیار خوب، انشاءالله که اگر کارش از این راه افتاد در مردم ها بسیار یک سهولت خوب باشد. واقعا سهولت میشه دیگه. بله بله، با آسانی رفت و برگشت میتونه داخل شهر بره بیاید. بسیار خوب، پس این یک کار بسیار خوب است. ما اول فکر کردم که از اینجا که اومدم اینجا دیدم که این قسمت ها یک مقدار تخریب شده، گفتم باش گزارش خدا بگیرم شروع کنم. یک مقدار از مردم هم پرسجو کردم، یک چیز گفت. به هر حال اکثر نظر مردم هم همین گپ شما بود که گفتن که چیه قسمت یک ترمینال جور میشه. پس همه گپه که یک ترمینال جور میشه واقعیت داره دیگه. بله بله بله، ترمینال دشت برچی درست میشه اینجا. این یک پلان داره که مثلا مار کاسر، مار سرس، تونیس و اسگاهش هم اینجا میشه، اسگاه آخر شد بهش داخل. یعنی خیلی وقتا بود که ما شما از مثلا از پل ساخته حرکت میکردیم، مثلا مجبور بودیم میامدیم تا قلعه‌نو، از قلعه‌نو دوباره موتر میششیم میامدیم در یک قسمت ها که هم چی میشد. بله، حال خو یک مقدار در دوران امارت بهتر شده. قبل از این از پل ساخته حرکت میکردیم از تانگ تیل و نمفهمون نقاش بیشتر نمی آمدن. خب او دمایش هم که مسافر بیروبار میشه، دما حالی هم اکثر وقتا هم مرقمی میشه. مثلا صدا منه که چی برچی برچی تا کجا رو میری؟
تا تانگ تیل مورم نهایتش نمگه تا پل خشک مورم پل خشک بیروباره که موشم و قسم موشم پس یعنی یکمی چی بگیره نظم بگیره خوب است نظم قانون باشه خوب است یعنی مسیر موتر که از اونجا آدم یک نفر از پل سخته میشنه مشخص باشه که تا قلاینه و مسیر از این موتر است است بله بله همون سوالی یک... مطمئن باشه باز یک پیشنهادات دیگه هم است که مگایر امارت یک 60 دانه یا 70 دانه چی میره از بسای شهری خب او اگه بودجهش تقاضا کرد بس شهری میره یعنی منجه یعنی منجه که چی میکنه دیگه توریست و مارسلش جمع میشه مستقیم یک سر مره پول سوخته برمیگرده دیگه سر ایسولگاه هم یک دقیقه بیشتر توقف نداره اوش رد میشه دیگهش میه اوش رد میشه دیگهش میه یعنی میتونه ای... بس اینی اگر میشه و خیلی خوب است به خاطر که دشت برچه سرگ ما و شما خیلی بیروبار میشه تونیس و مرسدس و کاستر زیاد را بندار میشه در سرای کوچه اینا اینی یک نظم بگرم ترانسپورت هم خیلی خوب میشه آره 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 ترانسپورت هم یک پلان داره باش که اگر او پلان عملی شد که خیلی خوب اگر نشد این پلان دیگه شد انشاءالله سرعت میگیره انشاءالله چی وقت بخیر کار از این تکمیل خواهد شد؟ بله؟ چی وقت کار از این تکمیل خواهد شد بخیر؟ کار از این دیگه باش که پلانایش زیر کار است و کار جریان داره انشاءالله که در مدت دو هفته کمتر بیشتر تکمیل خواهد شد بسیار خوب از چند وقت که شروع شده کارش؟ تقریبا دو هفته میشه دو هفته میشه که شروع میشه آره. شروع شده؟ شروع شده بله باز یکی از مسئولین از این که سرایه را چکه گرفته ایران رفته خواه. یک مریض داشته بوده بر رفت تداوی مریض اونو مریضش هم در حال برگشت است بیایه بعد انشاءالله دوباره کار شروع شد و خیلی بسیار خوب بسیار خوب سلامت باشید تشکر از معلومات مفید شما زنده باشین سلامت باشین بخیر باشین سلام علیک سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین بخیر هستین سلامت باشی سلامت باشی بخیر باشی برادر زنده باشی سلامت باشی ما امروز اومدیم در چهارای شهدا که یک گزارش از چهارای شهدا بگیریم یک قسمت ها دیدیم که سرک مقمقتار کار شده سرش ما فکر کردیم که کاری سرکش شروع شده بعدها که از هموطنهای خود شنیدیم میگن نه اینجا یک قرار است یک ترمینال جور شده در یک قسمت شما کدام چیز شنیدین؟ حالا ترمینال خوب اگر را میشه جور شده و فعلا نموز دروازه که روبرو هسته و ما خودش ترمینال هسته خواه یعنی سرک هم که اگر تو اونزو پایه را بوده سرک از پایه یسو کلان کده مخصوص بده ایرم ترمینال هم یک ترمینال جور بجردی فلانکوجا و مرسینسا و تونیسا و کاسترا اینا را من امزو جمع منه و سبای بگایی سبای سبایی و امزو سواری هم امزو دیوال منه و در اگر امزو جرکت منه مره سر سرک و ای چیزا خب پس اینه خیلی خوب شده دیگه قبلا که بود از چی پول سوخته که حرکت میکردیم میامد تا قلای نوه حال مسیر تغییر کرده میاد تا چارو شهده آفرین خیلی امید کاسترا و امید ها میدم چارو شهده امید ترمینان سواری بالا منو امید ترمینان بخیر میردم ترمینان دیگه پس پایین منو دیگه باش که چیم بوشه سبایی هم از اینجا حرکت نه دیگه طرف چی پول سوخته آره امیدی بخیرم ترمیزی جرکت مره امیدی پس تو میره ترمینان امیدی میره پس پایین مره بسیار خوب در مورد سرک منطقه خواه کدام دستکاری نشده کار شروع نشده دیگه کدام کار نشده نه پیلان این سرک ها دیگه تحتی پیلان نیه فقط این سرک کلان کده اون پایه یسو بخاطر امیدی ترمینان است دیگه کدام کار نیست خواه حتما خود شرکت پخته منه دیگه شرکت خصوصی که یک مقدار همونجا پخته شده دیگه آره یه پخته شده هم تره شده هم تر جغل ریزی که ده تر بانه دیگه ورم آره. پیلان هنوز مشخص نیه دیگه درست درست کامگره چی نیه فقط جغل ریزیش رو خلاص فعلا خو فقط میگه یک مقدار چی شده دیگه کار شده آره دیگه ان شاء الله که بخیر کار شروع شوه دیگه امید به خدا یک شب خوب یک سهولت خوب میشه برای اولین منطقه قلعه چی همه چهارای شهدا بله 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 سلامت باشه زنده باشه بخیر باشه زنده باشه سلامت باشه خب هموطنان عزیز دروازه ترمینالی که گفتن این منطقه دروازه ترمینال است که فعلا درش بسته است کار اینجا فعلا کار نمیکنه هیچ کسی نیست دروازه بسته است و قرار است اینجا گفتن که پارکینگ این ترمینال میشه و این روبرو این منطقه هم جایی است که می ترمینال تیکس میته و موتر را سمت چی پول سوخته حرکت کنه و قرار است که اینجا در این منطقه یک ترمینال دشت برچی
جور شوه و که بخیر موتورها بتونه که به راحتی مسافرینی که از اینجا از این منطقه سر رفت آمد کنه طرف پل سوخته، یعنی دو مسیر موتور سوار نشوه. انشالله که کارش به زودی بخیر شروع شوه و که ترمینال هم بخیر جور شوه. و اما یک نکته دیگه که اینجا آمدیم، شما در این لین میبینین که رفت آمد زیاد است از مردم موتر و همچنین مردم از این منطقه به حال زیاد رفت آمد دارن و بسیار یک سرک خرابی خامه خاکی خیلی با یک وضعیت بد بود که هم در زمستان ها اینجا گل لای میشد و هم در تابستان ها از گرد و خاک دیگه. همین قسم شما موتورها رو میبینین که از اینجا وقتی رفت آمد نه یک مشکلات است و تخریباتی که در دشت برچی صورت گرفت در قسمت 20 متره خانه هایی که تخریب شد، خانه خاک هایی که از اون منطقه بار میشد، خیلی از هموطنان ما پرسیدن که این خاک هایی که از اینجا بار میشد اینا رو در کجا میبرن و در این مورد هم ما میخوایم که امروز اینجا آمدیم یک گزارش برای شما یک مقدار معلومات برای شما بدیم که او خاکایی که میاره در این منطقه میاره، این منطقه به خاطر که خاکا چیه پخته هست، سیمنت هست و خشت هست و سنگ هست، یک مقدار از جلوگریم از گلی لای برای فعلا که رفت آمد میشه در این لاین، موتورایی که در این لاین رفت آمد میکنه ای از گلی لایی که در زمستان میشه یک مقدار جلوگری کنه و این خاکا رو آوردن در این قسمت ها فرش کردن. دیگه ما هم میریم پیشتر همراه هموطنان دیگه خودم که در این منطقه هستند و در این مسیر هستند. شما میبینید که این موتوری که از این لاین عبور میکنه از این موتور به این رقم یک مشکلات فعلا این مردم دست پنجه نرم میکنن دیگه. انشالله که پلان از این سرکش هم بخیر به زودترین وقت به زودترین فرصت شروع شوه و اصل این از این موتور هم بخیر که چی شوه جور شوه. با ما همراه باشید. همتون عزیز رسیدیم در قسمت های این سرکی که میرسه همین سرک سمت کدام طرف میره؟ شهرک اتفاق. خیلی از همتون ما اینجا گفته بودن که از سرک شهرک اتفاق یک گزارش بگیریم که ما هم امروز از شهرک اتفاق و چارای شهدا یک برنامه بگیریم و آمدیم امروز در این منطقه و اینجا خاکایی که از 20 متره آورده شده در این منطقه انداخته شده انوار نشده. مشم که اینجا مسئول کی باشه و چی شخصی باشه، یا این هم کار دولت است یا ای که این باید کار کسایی که میاره خاکا رو میندازه اونا باید یک اسکواتور بگیره اینا رو انوار کنه. به هر حال دینی یک مشکلات است مردم از این منطقه این ساحه که رفت آمد میکنه بسیار یک دوچار مشکلات زیاد است و این مشکلات رفته رفته با آمدن برف و بارش و باران زیادتر خواهد شد. برای فعلا شما میبینید که دیگه یعنی یک لاین است خط خاکان داخته شده برای فعلا نوار نشده. انشالله که داینده ها اینا را هم مسئولیت هر کسی که باشه اینا را هم بار کنه تا ای که خدای نخواسته این منطقه کدام آسیب برای کدام شخصی موتر ای چیزی نرسه و انشالله که بخیر کارش شروع شوه. این منطقه را ای ساحات ها اینجا یک لاین موتر است یک موتر تیر میشه از این کارش این خاکا هموار شوه و این خب با هموار شدن از این خاکا مطمئنن که کار خوبتر میشه و بهتر خواهد شد. اومدیم که شهرک اتفاق و سرک و راههای که موترهای لاینا از اینجا رفت آمد میکنه برای شما یک گزارش بگیریم. میریم پیشترک ها هم میریم با ما همراه باشید. سلام. وعلیکم خوب سلام. بخیر سیاد خوبا جان جوره. سلامتی. امی منطقه می خاکار که آوردن کی آورده این خاکار؟ اینو مگه شرکت آورده. شرکت که می شرکتی که سراغ جرمان بسم الله. شرکتی که آورده مگه ما این سراغ آور میکنیم. خا. اینو ولدش مرادار لدور مزرم دیگه. چی وقتی کار میکنن؟
دیگه معلوم نیست. خب گفتن که ما این کارمونو پس. آره گفتن که ما این کارمونو. خب پس که گفتن صحیحه دیگه. آره. ان انشالله که کاراش شکنه که امیر رقم اگه پومان خیلی مردم اذیت میشه. فعلا کمر خمن رسید. آره. نخواین خب یک کمی عوار شوه زیاتر شوه که به او خاطر بزنید. آره که نور عوار کنه برادر جن لدور بی لنگر بگیرن برادر جن سام صحیح ریگندزه. اگه امیر رقم پومان یک باران کنه که کس شور خوردن. آره آره اگه دای رقم پومان وضعیت ما به نیکرونی هر چی بیشتر از ما امی بود که خدای نخواست دمی وضعیت نمانه یک. آره نمانه دیگه. خب این منظور از ما این میه که باید دیگه وضعیت نمانه. انشالله که دیگه وضعیت نمانه پس شرکت که مسئولیت گرفته به هوده پس حتما میاره دیگه. خیلی با خدا دیگه شد بیاره دیگه. انشالله. اگر نه ایره خب این تو مانه. آره آره. سلامت باشین تشکر شما. زنده باشین زنده باشین. سلامت باشین. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ موتروان دمی لاین هستی؟ بله. بسیار خوب. همین خاکایی که اردن از سرک 20 متر تخریب شده و اردن در این منطقه انداخته شده درسته؟ باز کی امیر مسئولیت داره که این خاکا را عوار کنه؟ شما در جریان هستی؟ مسئولیت از این دست مردم و دست وکیل های هست. خواه. بخاطر از این که این را شاروالی نورده. همین شرکتی که سرک را تخریب کرده، خانه را تخریب کرده. خواه. اونا آورده. او آورده اینجا به درخواست وکیلا. بله. باز وکیلا هم قرار بود که ایره هزینهش را از مردم بگیره. سر موتر هم موتر 500 هزینه کرده بوده. باز دکاندار هم گفته بودن. باز به نظرم که این پیسه هم کسی جمع نکرده. وکیلا هم در قصهش نشده. فعلا دیگه. همون تو مانده. همون تو مانده. مردم هم در تکلیف هست. موتروان هم در تکلیف هست. دیگه این بیخی دیگه راه هم مسدود است. آره واقعا مرقمی اینا خب فعلا فصل گرمای خشک است در زمستان اگر فصل باران و برف باران شروع شوه گلیلای شوه خیلی دچار مشکل زیاد میشه دیگه مردم های که دیسا هست در زمستان اگر دایی رقمی که پیش بینی میشه یعنی ما که میبینم دایی را رفت آمد میکنم یعنی 50% شد این را مشکلات زیادتر شوه بله. خراب میشه پس کار شاروالی نیه که خاکا را انداخته کار است که خود وکیلا درخواست دادن بله. که خاکا را از اون منطقه بیارن در اینجا که به خاطر گرد و خاک کمتر شوه در زمستان راحت‌تر شوه فقط مونده کار انبارکاریش که ان شاءالله اینم وکیلا هست هر کسی که هست مسئولیت میگیره پیسه اندازه میشه اگه 500 میشه اگه 1000 میشه اندازه شوه یک اسکوتر آورده شوه و این انبار شوه تصمیم برامین چی بود که مثلا اینا پیسه را جمع کنه یک لغلتک بره دیگه گریدر بره که رد صاف کنه و غلطک بزنه که راه صحیح شوه دیگه برای فعلا تقریبا یک هفته یکی بلا تکلیف مانده خواه هیچ کسی نمیره برای فعلا بلا تکلیف دیگه فعلا بلا تکلیف هست که کسی در ارده گرفته و نه کسی دیست پیشم از این پیشا خو خاک انداخته نشد تا هم قسمت درایی را خاک انداخته شد تا هم قسمت درایی را سرنگ باق موشن خیلی وقت کمی سرگ امیت یک مشکلات داره انشالله که مشکلات از این رفت شوه و مردم بتونه راحت از اینجا برمون سلامت باشین زنده باشین سلامت باشین بخیر باشین خب هموطن عزیز تا اومدیم تا درایی این شهرک اتفاقه این منطقه و این هم درایی است این هم وضعیت سرک و راههای شهرک اتفاق که متاسفانه هم قسم که شما میبینین حالا که برف و پاریش و گل لای نیسته همون مقدار گرد و خاکش هست و کسایی که در این منطقه رفت آمد میکنه بسیار گرد و خاک آزار دهنده هست و همه قسم که برای فعلا گرد و خاک از آزار دهنده یا برای بعدها که در زمستان شوه یعنی برف و باران و گلولای وقتی فصل گلولای شوه همون قسم در تابستان در زمستان هم آزار دهنده یا به خاطر که این منطقه وقتی که سرک پخته نباشه گلولایش خیلی زیاد میشه دیگه فقط ما ایده این منطقه همچنین شخصی را پیدا نکردیم که پرسان کنیم واقعا اینی خاکایی که آورده مسئولیت کی هست اینا را که باید هموار کنه دقیقا آوردنش آوردن حالا خیلی ببینه اگر ریاست شاروالی کابل است اگر هر کس هست این خاکایی که آوردن و این جغلایی که آوردن اینا خب سیمیت های پخته یا مایدگی سیمیت هست برای
جلوگیری از گرد و خاک خوب است، مفید است، گلولایش خوب است، مفید است، ولی حداقل باید این یک نفر باید مسئولیتش باشه، حداقل یک کسی پشت از این باشه که این سر هر کسی که است، اگر سر کارمندایی است که میاره شرکت، اما شرکتی که از اونجا میاره خاکا را در اینجا میندازه، سر از اون شرکت است، خب شرکت باید بیاید این مسئولیت بگیره، هموار کنه، اگر سری که مردم است و مردم هم باید این بیاید که هر چیز زودتر هموار کنه، بخاطر که این خاکا را خنداختن و هنداختن و نبره فعلا این رقم یک وضعیت و یک مشکلات در این منطقه وجود داره. به هر حال زیاد پر حرفی نمیکنه، تشکر، سلامت باشین، زنده باشین، تا ویدیوهای بعدی و دیدار بعدی شما را به الله پاک و لعزت میسپاریم. خدا یار و مددگاری همه ما و شما.